مردم عادی هم کاری نداشتن اصلا. اصلا که اون کیفیت ها براش مهم بود، اون با همدیگه کار کردن ها مهم بود، کار کرد و کیفیت و دوستی ها مهم بود، اصلا این چیزا نبود. یعنی هنوزم من فکر نمی کنم کسی بره بگرده اینا رو بگرده که شناسنامه شو دینش چی بود مذهبش چی بود. من به شما قول میدم اگه الان اصد ایرانی داری به همین موزیسن همون که معروف هستن و یهودی هستن بپرسید پنجتاشون نمیدونه اینا یهودی بودن. دقیقا همیت نداشت. بعد به شما با آنها یهودی هم گه خب چی چی همیت نمیده که ما این آخه این بیهیاه ها نمیگن که ما قدیمی ترین بساب مکان مقدس یهودی ها تو ایرانه، تو همدانه. بله همه قبر هستن. دقیقاً دقیقاً عمرش میشه 2000 خورده سال. یکی از معابد 1400 سال همه کشور اسلامی بوده، همدان مسلمان. این قبر احترامش نگردشن. خود من هم رفتم زیارت. بله من بی انصافا میرید همه تو میگید که ایرانی ها همیشه دنبال قتل عام ما بودن. با کمال وقاحت به ما نگاه میکنید و شب جشن میگیرید در قرآن علیه ما. تو رو از تلویزیون هم این دیگه ایرانی ها یهودی ستیز بودن دنبال قتل عام یهودی ها همین بعد از انقلاب بودن. کجا در بعد انقلاب ما یهودی ها رو قتل عام کردیم؟ کجا؟ چون آقای ناتین یاهو میگه شما هم بناتون مثل توتی تکرار میکنید. ولی شروع یعنی از دشمنان شکایت بریم به دوستان. من شعر سعدی از بر شعر سعدیه. بله دشمنان شکایت باید کجا بریم؟ بله از دشمنان شکایت برند به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ بله حالا سوال اینه که خب هموطن یهودی من به تو انتظار ندارم با ما اینقدر بی انصافی و بی اخلاقی رفتار کنید. این همه بی انصافانه علیه ما برخورد بکنید و توی جذب که منافعتون ایجاب بکنه الان تو آمریکا این حرف رو بزنید، جذب ضد ایران، بیاید تمام بلندگوها رو که در اختیار دارید بکنید و بعدم یه دونه احمدی نژاد بیان داردار داردار بکنید، احمدی نژاد هم مصاحبه بکنه با ایران. یک دونه تون بی انصافا کنه شدید بگید که احمدی نژاد ایران نیست. دقیقاً دقیقاً خیلی بی اخلاق، خیلی خیلی متاسفانه. با قبل من عصبی که میشم دوستان میگن نه اونقدر عصبانی نشو. گفتم من از دست هموطنان یهودیم عصبانیم، من از دست اسرائیل اینقدر عصبانی نیستم که از دست هموطنان یهودی هم، بلکه من اون رو دشمن خودم میدونم. نظر جا برقی به نظر من حالا بنابر شواهدی که موجود است اون همیهنان یهودی داخل ما با اینا که میان بیرون فرق میکنن اکثریتشون. این چنین نیستن بابا. اونی هم با هم زندگی کرده. دقیقا مندل آدم. دقیقا کجا من دیگه ترس دارم؟ میگم وقتی که با ما هستید اینجوری هم که تمام عمری که ما مدرسه رفتیم، تمام عمری که ما توی جامعه بودیم، همین هم بابا هم دوست بودیم و همچی که منافع جاب کرد همه چی گوشن زیر پا. من کجا میدارم بعدیه نمیذاره بود زیر پا؟ دقیقا کجا اعتماد بکنم من؟ و این کسام که هم باشون سر کار دارم همه نویسنده و تحصیلنده و آگاهان هم همه نوران مترقی یهودی هستن، نه که آدم عادی شد. بیان صفو بگید بنویسید یه کلام بگید که اینا دروغه، برای خاطر خودتون بگید نمیگه. بله اشاره کردم به این آقای مرتضی خان نیتابود که خیلی هم از نظر موسیقی اصیل ما فرد شناخته شده ای هم هست. ایشون وقتی زندگیشو میخونی شاگرد حسین قلی خان بوده، شاگرد درویش خان بوده، شاید اصلا توی روند داره. ایشون یه یهودیه، اینا ما خیلی مسلمان هم 100 سال پیش ها. بله من مسلمان مؤمن متحد به مسائل شرعی شدم بودم. بله
بعد یه همچی افرادی وقتی شاگرد اونا بوده بعد خودش استاد میشه، چقدر دیگه باید شاگرد ایشون میشن. شما وقتی نگاه به یک همچین روابطی میکنید بعد خیلی آدم ابله و احمق باشه که این همه زیبایی رو نبینه بعد برگردونه یه چهره زشته بسیار و ترکیب نکبت ازش درست کنه. تو مقاله شون ایسی که آلمان در خیلی از خونه ها یه سری پلاکات دادن و تو اون پلاکات ها اسم کسانی که یهودیانی که اونجا خونه شون بوده قتل کشته شدن و این حرفا رو ثبت کردن که در حقیقت نشون بوده که ملت آلمان در حق اینا ظلم کردن. بله. خب بی‌انصافا همین کار رو الان که شما دست اونجا میرسه همین اخلاق رو داشته باشید، همین قدر اخلاق رو داشته باشید که وقتی که در حقتون نامردی هایی نشده، نمیگم که آقا میگن که آقا اونها بله مساوی نبودن، خب معلومه که مساوی نبودن، توی آمریکا منو شمال جنوبی ها مساوی نیستن. بله. تحصیبات کور آدم هاست و تازه هیچ وقت یهودی ها رو پنزه سنی ها آزار نکرد. بله. اندازش درابیش نکشتن یا ندادن. بله. جوامع سنتی معمولا با همسایه هاشون دعوا دارن، اقلیت هاشون رو قبول نکن. ما با اون شرایط نگاه بکنیم چه باید داریم و اون شرایط من نشون بگید در ایران کجا گتو بوده. یک دونه گتو ما نداریم که تو مجارستان داشتیم، تو چکستواتی داشتیم، تمام کشورها داشتیم، یک دونه نداشتیم. چرا اونا رو نمیگی؟ چرا ما الان اکثر شهرامون داشتن و خیلی هم قاطی بودن مردمشون؟ و بیا اینا رو هم بگی. من بگم تو فایده نداره که از منی که گوش نمیدن از تو گوش میدن در حقیقت. بله دقیقا. وقت من دارم مقاله می نویسم امسال آقای سجاده این حرفا که بله تاریخ رو ول بکنید، از تاریخ سوال نکنید، مورد داوری هم نکنید چون مسئله پیچیده، به ستمای الان هم کار نداشته باشید. بعدم این آقایون چیز فلسطینی ها مردم فرصت سوزی هست، هر کم بهشون خوب میکنه قدرشو نمیدونن، میرن اونو خراب میکنن، مجموع میشن به بدترش راضی بشن. بله بله. و یک کلام هم نمیگه که از اون یه انصافی که در حق ما کردن یک کلام حرف نمیشن. دقیقا دقیقا. و متاسفانه که تمام اشاراتی دارن یا موضوعی رو میخوان مطرح کنن میگردن اصلا توی یه بخش قشر کوچیکی تو جامعه که متعصب همه جای دنیا هم هست به اونها اشاره میکنن، در اون وسعت و عظمتی که در جامعه مثل دیگران زندگی کردن، بهره ها بردن، در بسیاری موارد بیشتر از افراد معمول جامعه وقت اونها رو در نظر ندارن. شما بسیاری از سرمایه داران ایرانی رو در نظر بگیرید. بهانه گیری. من که با شما دوستم در حالت عادی که از شما انتظار ندارم که درست. اگر شرایط علیه من شد، جمع‌سازی شد علیه من انتظار دارم شما به عنوان دوست بگید آقا این در مورد این جمع‌سازی دارید میکنی آدم بدی نیست. بله حقیقت باید گفت. شما برید با اون جمع بعد هم میگید که بله دیگه اون مرده خیلی پدر دوست داره، این دل من ده برابر میشه. بله بله به شدت به شدت درد آور. الان راجع به ایران تو آمریکا شما بگو اینا یهودی ها رو یا هر کسی دیگر رو زنده زنده پوست نکنده میخورن، بخش بسته از آمریکا قبول میکنن. بله کاملا. بله و توی همچین جبه میاد صحبت تا امپیار میکنید و میگید که یهودی ها یا میاد سراسر ایرانی ها یهودی ستیزن یا آقای نتانیاهو میاد تمام دنیا
خونخوار ایرانی ها رو معرفی میکنه و شما یک کلام حرف نمیزنید. چرا نمیزنید؟ برای اینکه میخوان از کشور خود رو نمارد. برای اینکه در اون دایره قدرتی که توش افتادن دارن دفاع میکنن، برای اینکه واقعا آدم میتونه مثلا چند هزار سال هم توی مملکت باشه اون کشور خودش ندونه، خیلی باید دیگه بیچشم رو باشه. بعد هم به نظر میرسه قدرت تبلیغات چجوری تونسته این ذهنها، این افکار آدم ها رو در دست خودش داشته باشه که بتونه این چنین تحقیرشون کنه. بله. تحقیرشون کنه. بله. اگه میشه آدم خونه خودش رو فراموش کنه، بعد با یه وعده وعیدی همه چیز رو بذاره زیر پا بره. این اخلاقی لازمه، انسانیتی لازمه و شرفی لازمه. خیلی خوبی انصافیه شد. کاملا. من از دست همینجورا بیشتر هر چیزی دل خورم. سپاسگزارم جناب برقعی. خسته نباشید. متاسفانه این که جهان رو بدیها هر روز داره در می نوردد به سمت سیاهی و تباهی و خوشبختانه خوبی ها جلوش وایستدن و بعدم نباید ترسید. به قول شاعر که مشتاق گل از سرزنش خار نترسد. برصورت سپاسگزارم. حتما در گفتگوی دیگر بپردازیم به این مقاله دیگرتون با عنوان دولت ترامپ در دست مسیحیان دست راستی. کمال مهر من به تمام شنوندگان عزیز بدرود میگم. امیدوارم که نقص گفتار من در حد و حد ببخشد. درود مجدد بر شما. اینکه نقص گفتار بود و نه نقص گفتار. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد برقعی درباره بزرگواری ترامپ در فرمان برگزیدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل که هیچ یک از رؤسای جمهور پیشین از هنگام تصویب آن برای آن اقدام نکرده بودند، چرا میگویند ترامپ تعادل روانی ندارد و مغزش درست کار نمی کند، چند ایرانی هم نوا با سیاست‌های اسرائیل و آمریکا و با همان ترفندهای آنان، چرا حاکمان اسرائیل مرتب میگویند از تاریخ نگویید و خودشان همه تأکیدشان به تاریخ است؟ نقدی بر نقد صدرزاده بر اشکبری؟ چرا میگویند مسئله اسرائیل و فلسطین پیچیده است و چیزی نگویید؟ آیا کشورهایی که اسرائیل و جنایت های او را محکوم می کنند فقط اسلامی ها هستند؟ آیا اینها تاریخی است؟ شهرک سازی در سرزمین فلسطینی ها، دیوار امنیتی در خاک فلسطین و کج و موج بر اساس خواست های تصاحبی، مصرف آب در یک طرف هرچه می خواهند و در طرف دیگر خوش سالی، 50 پست امنیتی در داخل غزه و با فاصله نزدیک 50 کیلومتر از شمال به جنوب. بنابر آمار سازمان ملل تعداد کسانی که در پس این موانع قربانی می‌شوند بیشتر از کشته‌های تجاوز اسرائیل به غزه است. فلسطینی‌ها در سال‌های 80 تا 90 میلادی با بالاترین سطح تحصیل و امروز در پایین‌ترین آن، داستان وقت سوزی و قدر ناشناسی و ناسپاسی فلسطینیان، بر سر توافق اسلو یاسر عرفات و سپس محمود عباس از همه چیز و حتی مخالفان نیز گذشتند و چه دریافت کردند؟ چرا اسحاق رابین را ترور کردند و بعدها بلایی سر عرفات آوردند و آنان همچنان در سر کارند؟ بزرگترین دشمنی و توهین حاکمین اسرائیل به ایرانیان ماجرای پوریم یا جشن یهودیان که برگزار می شود چیست و چه رابطه‌ای با قتل عام به قول خودشون 70,000 ایرانی دارد؟
جماعتی از ایرانیان که از متحد بودن با آنان میگویند و از دشمنی مشترک با عرب؟ چرا یهودی های ایران به ویژه در خارج کشور در این رابطه انتقاد و اعتراض نمی کنند؟ لابی اسرائیل در آمریکا همه روزه در تلاش تصاحب اموال مصادره شده ملت ایران و همینطور آثار تاریخی و ایجاد توطئه بر علیه ایران، شعار ایرانی های یهودی ستیز و مقایسه آنها با آلمان توسط جماعتی بی اخلاق و سودجو و خودفروش توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.